وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن ساعتی پیش پس از دیدار با رئیس جمهور مصر از قاهره به اورشلیم آمد. آقای بلینکن در این سفر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و با همتای اسرائیلیش دیدار و گفتگو میکنه. بلینکن تاکید کرده که برای آمریکا و متحدینش بسیار اهمیت داره که با اقدامات رژیم ایران در منطقه مقابله کنند. وزیر خارجه آمریکا پس از ورودش به اورشلیم گفته بود ما تصمیم به تغییر رژیم رو به مردم ایران واگذار میکنیم. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما همراه میشه. سمیرا، همونطور که انتظار میرفت در سفر بلینکن به منطقه ایران و مسئله هسته‌ای، تحرکات منطقه‌ایش از محورهای گفتگوها بوده. دقیقا همینطوره. یکی از مهمترین مسائلی که آقای بلینکن با طرف اسرائیلیش مطرح کرده در گفتگوهای پشت درهای بسته یا گفتگوهای عمومی مسئله ایران هست و مسئله علاقه ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای. گذشت از ایران، اوکراین، مسائل مربوط به فلسطین هم جزو نکات بسیار مهم این سفر هست و نکاتی که در حال حاضر در خود اسرائیل وجود داره، درگیری‌ها و خشونت‌هایی که شاهدش هستیم. آقای بلینکن این اولین باریه که داره وارد اسرائیل میشه از زمانی که دولت تازه به نخست وزیری آقای نتانیاهو تشکیل شده و خب همین روز جمعه هم ما شاهد خشونت‌های کم سابقه بودیم و خب اینها تحت شعاع قرار داده سفر آقای بلینکن رو. ولی حدود نیم ساعت پیش کنفرانس خبری خودش رو با آقای نتانیاهو برگزار کرد. در این کنفرانس خبری راجع به این صحبت کرد که اسرائیل باید با کشورهای منطقه از در دوستی وارد بشه و هیچ چیزی بهتر نیست برای صلح در منطقه از این که اسرائیل بخواد پیمان‌های بیشتری رو امضا بکنه. میدونیم که آقای نتانیاهو به دنبال عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی است و پیشتر این پیغام رو با آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا داده بود که واشنگتن باید روابط خودش رو با ریاض بهتر بکنه تا اسرائیل هم بتونه به سوی عادی‌سازی روابط پیش بره. آقای بلینکن در این سفر گفتگوهای متفاوتی هم انجام داد، از جمله گفتگویی با العربیه انجام داد که روز گذشته متنش آمد، عصر روز گذشته، که مشخصا سوال ابتدایی این گفتگو راجب ایران، راجب برجام هست و در جایی از آقای بلینکن پرسیده میشه که خب اگر دیپلماسی راه به جایی نبره آیا گزینه نظامی، گزینه معتبری هست؟ که آقای بلینکن در جواب میگه که همه گزینه‌ها روی میزه. اما سمیرا، همزمان رابرت ملی هم گفتگویی داشته، گفتگوی مفصلی با بی بی سی ورد و راجع مسئله ایران هم صحبت کرده، همزمان که حمایت کرده از معترضان. من جمعی بینم که خبر اختصاصی که ما کار کرده بودیم و گفته بودیم دیدارهایی داشته با سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک در سازمان ملل رو رد نکرده و گفته ما هیچ وقت انکار نکردیم که راههایی برای انتقال پیام به ایران داریم. دقیقا همطور. آقای ملی گفتگوی انجام داده با هارتاک بی بی سی جهانی، یک گفتگوی طولانی 22 دقیقه‌ای هست، راجع به مسائل مختلفی صحبت میشه. در جایی از مصاحبه از او در رابطه با گزارش اختصاصی ما پرسیده میشه که خب شما دیدار کردید با دیپلمات‌های از ایران، آیا این رو تکذیب میکنید یا نه؟ که همون جوابی رو میده که ابتدایا به ما دادن، بعدتر به بلومبرگ داد و حالا داره به بی بی سی جهانی میده، اینکه هیچ ابزاری رو آمریکا از دست نمیده برای که بخواد به ایران پیغام بفرسته. اما گفتگو در نوع خودش بسیار جالب و پرنکته است. نیوش، حالا امیدوارم بعدتر بتونیم مفصل‌تر بهش بپردازیم. یکی از نکات مهمی که به ذهن من رسید با گوش دادن به این مصاحبه این بود که این بحث این که دیگه برجام در دستور کار نیست شاید خیلی حالا بحث جدی نباشه، چون مدام صحبتی که از آقای مالی ما داریم میشنویم این هست که راه‌های گفتگو با جمهوری اسلامی، مذاکره غیر مستقیم برای آمریکا همچنان باز و مایل ایالات متحده که با جمهوری اسلامی مذاکره غیر مستقیم داشته باشه. این رو در چندین جا مطرح میکنه، راجع به تغییر رژیم صحبت میکنه، میگه در دستور کار آمریکا نیست. تا الان هم بیش از اندازه ایالات متحده در منطقه این کار انجام داده، اصلا مرکز توجه ایالات متحده این مسئله نیست در ایران و مردم ایران خودشون باید تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی روشن بکنند. و برای مردم رنجور چیزی که میگه آقای ملی اینه که هیچ وقت کاری که ایالات متحده انجام میده کافی نیست. راجع به مردم ایران میگه هیچ وقت اونچه که ما انجام دادیم شاید به نظر اونا کافی نبوده، ولی ما خیلی زیاد کار انجام دادیم. به تحریم‌ها اشاره میکنه، به مسئله دادن مجوز کلی برای دسترسی به اینترنت آزاد، اینها رو مطرح میکنه. و گفتگویی هستش که خب مجری هارتاک، خب همونطور که ازش همیشه انتظار میره، خیلی سعی میکنه از آقای ملی این رو بکشه بیرون که برجام آیا مرده یا نه، و
میگه رئیس تو جو بایدن این رو داره میگه و تو چرا این رو قبول نمی‌کنی؟ و اون میگه من در کار سوگ نامه نوشتن نیستم و نمیتونم بگم که چیزی مرده یا نه، کار من دیپلماسیه، دیپلماسی هم برش پایانی وجود نداره. ممنونم سمیرا از گزارش دقیق. سمیرا قراره همکارم از واشنگتن با ما.